و اینجا در شهر واشنگتن غزاله شارمحت فرزند جمشید شارمحت زندانی دو تابعیتی زندانی در ایران از روز جمعه 18 هم اوت برابر با 27 مرداد به تحسان دارین دلیلی در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا پیوسته تا به این ترتیب توجه دولت بایدن رو به سرنوشت پدرانشون که در ایران زندانی هستند جلب کنند اعتراض اونها به اینه که چرا پدرانشون جمشید شارمحت و شهاب دلیلی در میان دیگر زندانیانی که قرار آمریکا از ایران در برابر تسهیل دسترسی جمهوری اسلامی به 6 میلیارد دلار تحویل بگیره نیستند امروز شنبه مؤسسه اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران یا به اختصار نفتی جلسه ای با حضور خانم شارمهد و اعضای اندیشکده ها برگزار کرد همکارم گیتا آریان یعنی که به اونجا رفته بود الان اینجا در استودیو همراه ماست گیتا از این جلسه برامون میگی حتما خب مسئله شارماط و شهاب دلی و کلا زندگی ایرانیان ایرانی آمریکایی یا با تابعیت طبع... دیگه توسط رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مثل ما مطرح میشه اما ام... در سطح بین المللی نسبتا سکوت هست در رابطه با اونها و به این خاطره که فرزندان جمشید شارمهد حس کردن که باید توجه بیشتری جلب بکنن به پرونده پدرشون به غیر از اینکه که جلوی وزارت خارجه به تحسن کردن این نشست امروز برای این بود که رسانه های خارجی بیان همینطور اندیشکده ها شرکت داشته باشن راجب این مسئله بیشتر صحبت بکنن اطلاع رسونی بکنن اون چیزی که غزاله شارمحت گفت خب میدونیم که جمشیر شارمحت تابعیت آلمان رو داره گرین کارت آمریکا به غیر از اینکه خب تابعیت ایرانی هم داره به گفته غزاله شارمحت آلمان و آمریکا این پرونده را هی به هم پاس میدن آلمان هیچ جواب درستی نمیده گفته که دنبالش میگیریم صحبت میکنیم ولی هیچ اینکه با کی صحبت کردیم آیا چیزی گفتن نگفتن به هیچ عنوان به این خانواده خبر نمیدن آمریکا هم که خب از این طرف باز همینطور پاسخ روشن و مشخصی به این خانواده نداده و امروز توی این جلسه خب ابعاد مختلف مورد جمشیر شارمهد راجبش صحبت شد یک مسئله ای که عنوان شد که این شاید این بتونه جلب توجه دولت رو بکنه اگه بخواد روش کاری بکنه هست که از زبان یکی از کارشناسان اونجا میشنویم Uh, خب طبیعتا خیلی این پرونده فرق میکنه چون کیس به اصطلاح دو نیست این یک گروگارانگیری ساده هم نیست این دو و مهمتر آمیخته میشه با موضوع امنیت ملی مخصوصا موضوع مانند آدم روبایی. چون آقای شارحمد رو از بیسیکلی امارات بردن عمان از عمان دست بسته بردن ایران بعدا تو دادگاه اونجوری به اون عکس ها چاپ شده بود این کیس واقعا اولویتش باید بالاتر باشه واسه دولت آمریکا چون بعد از اینکه کیس آقای شارمد اومده بود تو رسانه ها و اونم فالو کرده بود به اصطلاح کیس آقای روح الله زمرو خود جمهوری اسلامی و رسانه هاش این رو به عنوان تهدید استفاده کرد حالا به غیر از اینکه آلمان و آمریکا دخیل هستند تو این کار اینطور که خانم شارمحت میگفت سازمان ملل اصلا سال گذشته آقای شارمحت رو در اون دست طبقه بندی کرد که به ناحق دستگیر شده گفته روی این پرونده کار میکنه ولی هنوز بعد از یک سال اینطور که خانم شارمحت میگفت هیچ کاری پیش نرفته یا حداقل به این خانواده چیزی گفته نشده بنابراین از سه جهت سکوت کامله در رابطه با پرونده جمشید شارمهد تشکر می کنم گیتا همیشه از وزارت امور خارجه آمریکا با ما هستی امروز اومدی در استودیو ممنونم از گیتاریان همکارم اینجا در استودیو